برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. با نزدیک شدن سال روز ولادت با سعادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام، حرم‌های مطهر ائمه در شهرهای مختلف عراق حالا هوای دیگری گرفته است. بر همین اساس به همت آستان‌های مقدس، حرم‌های مطهر چراغانی و تزئین شده و پرچم‌های رنگی در آنها برافراشته شدند. گفتنی است آستان‌های مقدس برای این روزها و به ویژه سالروز ولادت مراسم و فعالیت‌های مختلفی تدارک دیدند. سازمان العمل الصالح در شهر بغداد در روز دوشنبه 9 ربیع الاول سال جاری ده‌ها دستگاه کولر آبی را به خانواده‌های نیازمند این شهر اهدا کرد. اقدام مذکور با توجه به گرمای شدید هوا در کشور عراق و در عمل به توصیه‌های مرجعیت دینی مبنی بر حمایت از خانواده‌های نیازمند صورت پذیرفت. ده‌ها خانواده یتیم و نیازمند از این اقدام انسانی بهره‌مند شدند. دانشجویان کارآموز جراحی در بریتانیا استفاده از هوش مصنوعی برای یادگیری بهترین روش جراحی مغز را آغاز کردند. انتظار این است که ابزار هوش مصنوعی در این زمینه در یونیورسیتی کالج لندن تکمیل شده بتوانند ظرف 2 سال آینده در جراحی به کار گرفته شود. این برنامه با تجزیه و تحلیل بیش از 200 ویدیو از جراحی سوراخ کلید غده هیپوفیز ساخته شده است. در این نوع جراحی اگر جراح حتی 1 میلیمتر اشتباه کند می تواند برای بیمار مرگبار شود. سخنگوی دولت مغرب با اعلام افزایش تعداد قربانیان زلزله به 2960 نفر در این کشور از تداوم تلاش‌ها برای بازسازی منازل و کمک به خانواده‌های آسیب دیده خبر داد. در 8 سپتامبر زمین‌لرزه‌ای 7 ریشتری چندین شهر مغرب مانند رباط، پایتخت آن، الدارالبیضا، مکناس، فاس و مراکش واقع در شمال را علاوه بر مناطق مرکزی یعنی اقادیر و تارودانس لرزاند. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت کشور مغرب این زمین لرزه علاوه بر جان باختن فراوان 6125 مجروح و خسارات مادی عمده دیگری هم بر جای گذاشت. بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ایران در شهریور ماه 1402 بیش از 650 بار لرزید. این زمین لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شدند. مرکز لرزه‌نگاری ایران اعلام کرد تنها در شهریور ماه امسال 7 زمین لرزه در استان تهران ثبت کرده که بزرگترین آنها با بزرگی 2.6 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین در ارجمند بوده است.